صبح بخیر چنگیز. از صبح بخیر اقبال خانم. یوسف کجاست؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ زحل کجاست؟ آقازاده دست صورتشون میشوره. دیشب تو تخت خالش گریه میکردن، نتونستم تنهاشون بذارم. تا صبح کنارشون بودم. تازه یادم افتاد زحل دیشب ناراحتی معده داشت، فکر کنم دارو خورده همینجوری خوابش برده. پس هنوز سحر خونه نیومده. یامان چطور اومده؟ نه خیر، هنوز نیومدن اقبال خانم. من میرم تا لباسه آقازاده را آماده کنم. و از اصلا همه تون راحت بشه. اما واقعا اینا کجان؟ مشترک مورد نظر خاموش می باشد. خدا لعنتت کنه، من به خاطر همین بهت پول میدم که گوشی تو خاموش بذاری. آره چی شده آبجی؟ چی میتونه باشه ها؟ تا حالا سحر و یاما نیومدن خونه. یه شوهر دیوونه هم دارم که همه ی روزا با گلو حرف میزنه، و اینم از آبجیم که هیچ حرفی تو سرش نمیره و مسئولیتشو قبول نمیکنه. بازم بگم آروم باش. باشه آروم باش. اگه این دختره نرفته باشه محلشونو پیش یامان باشه چی ها؟ آبجی جون چرا انقدر عصبانی هستی ها؟ اون دختر فکر نکنه با اون سادگی و نفهمش بتونه به تو دروغ بگه. بعدشم تو علکی به خودت استرس وارد میکنی، نگران نباش. خدایا به دادم برس. بگو ببینم اقبال خانم، گفته بودین همین که سحر اومد بهتون خبر. آره الان داخل خونه شد. یامان؟ آقا یامان سحر رو دم در خونه پیاده کرد و رفت. خوبه. ای بابا این دختر که رفته بود محله خودشون، اما چرا یامان اونو تا اینجا رسونده؟ میتونست این کارو یکی از افرادش بکنه. حتما یه کاسه ای زیر نیم کاسه است.